درود بر شما. 19 دی ماه 1399 خورشیدی و 8 ژانویه 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر خواهیم دید که چگونه کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بیت رأس مافیای حاکم بر ایران متصل و به همین دلیل با وجود همه دلایل حقوقی برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به اسد بیگی ها و برگشتنش به دست دولت، در واقع هفته پیش هیئت داوری حکومتی به فسخ قرارداد رأی نداد تا همچنان 6000 خانواده کارگر این مجتمع بی چشم انداز بدبختی بکشن و کشت و صنعت هفت تپه همچنان رو به نابودی بره. البته همیشه دیدیم که کارگرای هفت تپه به ویژه ساکت نمیشینن، نمیتونن بشینن، نان شبشون از همه چیز مهمتره به طور طبیعی. باری پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. بهمن 94 مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که سابقه 60 ساله دولتی داشت واگذار شد به خانواده اسد بیگی به عنوان بخش خصوصی. از سال 97-96 در واقع، از پاییز 96 کارگرای هفت تپه در اعتصاب و اعتراض و زندانن برای گرفتن حق کار و زندگیشون. دو ماه پیش مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت بالاخره که هفت تپه رو برگردونه به دولت. حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7 دی 99 گفت در خصوص واگذاری شرکت هفت تپه بررسی های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام شده را به موجب ماده 11 قرارداد مشمول فسخ کرده است. حالا به هر دلیلی خودشون میگن باید فسخ بشه این قرارداد با اسد بیگی ها، برگرده دست دولت. 15 دی 99، درست یه هفته بعدش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بشنوین، گفت بر اساس شکایتی که سازمان خصوصی سازی کرده بود به هیئت داوری، هیئت داوری تشکیل شده و درخواست فسخ قرارداد کردن، چون تعهداتش رو ایفا نکرده درخواست فسخ قرارداد کردن که ظاهرا هنوز هم به یعنی ابلاغ یا نشده یا شده، من اطلاع ندارم. اون رأی هیئت داوری که شنیده ها حاکیست که دادخواست سازمان خصوصی‌سازی رو رد کردن، یعنی فسخ رو تایید نکردن. فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی به اصطلاح، یعنی همین خانواده اسد بیگی که خواهم گفت در بارشون، خواست کارگران هفت تپه بوده و فشارهایی که کارگرا آوردن به حکومت در واقع باعث این تصمیم سازمان خصوصی سازی شد، با هزینه هایی که کارگرا دادن در اعتصاب ها، در اخراج ها، در زندان رفتن ها، باعث شد که مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی از هیئت داوری دولتی بخواد که هفت تپه از اسد بیگی ها گرفته بشه. و چنان که شنیدید از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گرفته نشد لااقل تا این لحظه. حالا به هیئت داوری و اعضای هیئت داوری خواهیم پرداخت. بذارین اول ببینیم چرا کارگرا میخوان هفت تپه از بخش خصوصی گرفته بشه، برگرده دست دولت. اینو روشن کنیم بعد ادامه صحبت. یکی از کارگرای هفت تپه در گفتگو با رادیو زمانه میگوید زمانی که هفت تپه دست دولت بود، از زمان پهلوی سال 60 سال گذشته تا سال 94، همه مدیرانش هفت تپه‌ای بودند. خود هفت تپه‌ای ها بودند. خودشان تصمیم می‌گرفتند برای آن پول اضافه‌ای که حاصل فروش بود، از آن پول خرج کارگران می‌کردند، خرج خانه‌های سازمانی کارگران می‌کردند، خرج ارتقای هفت تپه می‌کردند، خرج بهداشت، بیمه و مسائل رفاهی کارگران و دیگر موارد می‌کردند. برای مثال باید سال 2000 هکتار نیشکر کشت شود. طی یک ماه باید آن 2000 هکتار زیر کشت برود. بنابراین باید همه کار کنند و یک پاداش کشت برابر با یک حقوق ثابت به همه کارگران تعلق می گرفت.
یا پاداش بهره برداری که بعد از اتمام بهره برداری و برداشت نیشکر به همه کارگران علاوه بر حقوقشان حقوق اضافی داده میشد. در اعیاد مختلف هم پاداش های مختلفی تعیین شده بود. همین پاداش کشت و پاداش بهره برداری خودش کمک بسیار خوبی برای کارگر بود. خیلی از موارد دیگر هم حذف شد از وقتی رفت دست بخش خصوصی. حالا در مورد تولیدم که ببینید، دعوا میکردیم که آقا آب به نه برسونید، کود به مزارع برسونید، سم به موقع بیارید. هیچ کس جوابگو نبود. مزارعی که ما باید 4 متر الان طول نیمون باشه، 1 متر داریم، زیر 1 متر داریم. سال 94 از موقعی که شرکت رو واگذار کردن به بخش خصوصی، تمام حضراتی که از تهران تشریف آوردن اینجا هیچ گونه سررشته از نیشکر نداشتن، هیچ گونه آگاهی نداشتن، اصلا نیشکر چیه، کشت نیشکر چطوریه، اصلا تجربه ای نداشتن. متاسفانه سازمان خصوصی سازی موقعی که این شرکت رو هم واگذار کرد هیچ گونه تحقیقی نکرد در زمینه اینا حضرات که اصلا اینا تجربه کاری دارن، عملی کار کردن، آیا سابقه قبلی دارن. این محصول کاملا الان رسیده است، آماده بهره برداریه. این اگر یک ماه دیگه، کمتر از یک ماه، 20 روز دیگه روی زمین بمونه، همونجور که دارید میبینید داره جوونه میزنه. نیشکر اگر به این مرحله رسید و شروع که به جوونه زدن، دیگه کار از کار گذشته. فصل سرما رو در پیش داریم. سرما آفت مهلکیه برای نیشکر. این نیشکر تر و تازه، این نیشکر بارسیده رو تبدیل به یک چوب خشک میکنه. این از محصولشون. همزمان اسد بیگی ها، همون بخش خصوصی، میرن صدها میلیون دلار ارز ارزان دولتی میگیرن برای مثلا ساخت واحدهای جدید توی مجتمع 24000 هکتاری، نمیدونم ماشینالات جدید، قطعات ماشینای صنعتی، هیچی وارد نمیکنن. هیچ ارز تو بازار آزاد میفروشن، میریزن به حسابشون، اونم هیچ. همون ماشینالات موجودو که از دولت رسیده بهشون اوراق میکنن میفروشن. ضایعاتی نذاشتن تو هفته. ماشینالاتی داشتیم که بریدنش به نام آهن قرازه فروختن. تصفیه شکر زرد هست، اصطلاحاً سانتریفیوژ بهشون میگن، که همونجور که میبینید هنوز اوراقن و به علت عدم تأمین قطعات از سوی کارفرما میبینید که هنوز تمام قطعاتش روی زمین مونده. از سالی که اومدن تا به امروز هر حقوق ما باید یک هفته احتساب، هر حقوق یک هفته احتساب. حقوق ما در حدود 1700 1600 با این وضعیت تورم اگر به موقع پرداخت بشه واقعا کارگر به زندگی خودش نمیرسه. حالا شما حساب بکنید 4 ماه هم کارگر همین حقوق 1700 رو 1600 رو نگیره. یه بخش از صحبت‌های اسماعیل بخشی نماینده اخراج شده کارگرا رو بشنوید. نماینده شکنجه شده، زندان رفته و اخراج شده. پاییز 97، بیش از 2 سال پیش، در جمع کارگرای اعتصابی هفت تپه، بشنوین همون حرفایی رو میزنه که دست کم در 1 سال گذشته در مجلس، در سازمان خصوصی سازی خودشون، در دستگاه قضاییشون و حتی در دولتشون همون حرفا زده شد و منجر شد به تشکیل جلسه هیئت داوری برای لغو واگذاری هفت تپه. این آقایون نه صنعتگرن، نه تولید کننده، من معلوم نیست چی هن. اصلا نمیدونست نیشکر گیاه درخت چی اومده تو هفت تپه، ما رو بیچاره کردن رفتن. دولت هم در این هم مقصره، باید خودش محکوم بشه و غرامت به ما بپردازه. این بدبختی که برای ما به وجود آورده خودش هم مقصره، باید پاسخ بده به کارگران هفت تپه. همه جا رفتیم، خیلی خوب میگه ما با کارگراییم، اشکال نداره. از کجا میفهمیم دولت هم باهاشونه؟ اون از اولش، این هم از آخرش. حالا آقایون نیستشون، هیچ کس هم نمیگفت جریان چیه.
خود کارگرا و بچهای نماینده فهمیدن داستان چیه. که آقایون نیستن. بعد رفتیم تحقیق کردیم دیدیم بله اختلاس کردن. تحت تعقیبن. بعضیاشون رو گرفتن. بعد رفتیم پیش دولت. میگیم آقایون دولت. اینا کجان؟ اگر زندانن بگو زندانن. اگر تحت تعقیبن، اگه فرارین بگو. یا مثلا بگو به چه دلیل، هیچ خودمو نمیگه. چرا؟ با خودش گیره، خودش اینو آورده. توف سربالاز اگه بخواد با اینا برخورد کنه، حاصل سیستم اقتصادی خودش اینان. توجه داری؟ حاصل کارش اینه. ببینین این صحبت مال بیش از 2 سال پیشه ها، و همین حرفا باعث شد بخشی رو بگیرن، اسماعیل بخشی رو زندانی رو شکنجه کنن، اخراج کنن، خانواده‌اش تهدید کنن. و یک ذره انصاف با معیارهای خودشون، یک ذره تقوا ندارن به اصطلاح، که حالا که به خودشون ثابت شده که همه این حرفا حقیقت داشته، بیان به اسماعیل بخشی غرامت بدن به دلیل تمام ستمهایی که به او و بقیه کارگرای افتاب کردن. چی میگم من؟ غرامت چی؟ ادامه داره این داستان. هیئت داوری بر واگذاری هفت تپه به خانواده اسد بیگی پافشاری میکند، میگه ما نباید ازشون بگیریم. همه دلایل برای اهلیت نداشتن اسد بیگی ها رو سازمان خصوصی سازی داده به هیئت داوری، که بخشش رو اسماعیل بخشی گفت الان شنید. چرا لغو واگذاری انجام نشد؟ چرا؟ خب خودشون هم که به این نتیجه رسیدن که اینا به قول خودشون اهلیت ندارن. کارگرام که 2-3 ساله که دارن می جنگن که اینا اهلیت ندارن. چرا؟ چرا نمیگیرن ازشون؟ یه مرور سریع بکنیم بر کشت صنعت هفت تپه. ببینید 24000 هکتار زمین، بیش از 12 هکتارش زیر کشته، کمتر از 12000 هکتارش کارخونه ها و کارگاه ها و مسکن کارکنان و بقیه زمین بایر. فقط قیمت زمیناش اگه حساب کنیم سال 94 هر هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی توی هفت تپه 100 میلیون تومان حداقل در نظر بگیریم، قیمت 24000 هکتار زمین میشه 2400 میلیارد تومان. بهمن 94 دولت فروختش مثلا به بخش خصوصی، یعنی خانواده اسد بیکیا، چقدر؟ 218 میلیارد تومان، یعنی 1/100 قیمت. و این تازه فقط روی کاغذ نوشتن. چقدر گرفتن از اسد بیکیا و این گنجینه عظیمو دادن بهشون؟ 6 میلیارد تومان، فقط 6 میلیارد تومان. بقیه‌اش طبق قرارداد اقساط 10 ساله که ندادن. و یکی از دلایلی که سازمان خصوصی سازی گفته است که باید کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اسد بیگی ها گرفته بشه، از بخش خصوصی گرفته بشه، همینه که قسطاشون رو ندادن. یعنی 6 میلیارد تومان دادن و به اسم این مجتمع یک قلم 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی گرفتن، قاچاق کردن، که به همین دلیل اسد بیگی رو مثلا محاکمه کردن، دارن میکنن. امید اسد بیگی خودش میگه فوق دیپلم برق دارم، شده مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپ. باباش و داداشش نمیدونم فوق دیپلم چی دارن، اونام عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص هفت تپه شدن. امید اسد بیگی رو قبلا تو چند برنامه گفتم دربارش، قاعدتا باید بشناسینش. امیر حسین اسد بیگی هم داداشش، چندان مهم نیست که بخوام معرفی بکنم دیگه، فقط برای اینکه احسان الله اسد بیگی که گل پسراش امید جان و امیر جانن بشناسین، یه نقل قول میکنم از او در گفتگوی آبان ماه امسال انصاف نیوز با ایشون. احسان الله خواه ببخشید، احسان الله خان میفرماید تعویق حقوق ماهیانه تقصیر خود کارگران است که در زمان مناسب کار نمی کنند و اعتصاب می کنند.
یک سری عناصری در داخل کارگران به دنبال این هستند که کشور را به هم بریزند و کارگران را تحریک میکنند و از گروه های مختلف هستند، مثلا از داعشی ها، گروه های کشورهای مخالف ایران که میدانند پاشنه آشیل جنوب ایران هفت‌تپه است، با به هم ریختن آن به دنبال به هم ریختگی کشور هستند. کارگرها واسه نون شبشون اعتصاب میکنند. این آقا که رو سفره مردم با قاچاق کلون ارز دولتی قلب میزنه میگه کارگرها داعشی هستند، عامل کشورهای مخالف ایران هستند. اینو باید بکنند دادستان کل کشور، اینجوری پرونده سازی میکنه. همینجوری آقای احسان الله خان اسدبیگی، بابای امید اسدبیگی، 27 مهرماه 97 دادستان عمومی انقلاب 97 دادستان عمومی انقلاب تهران به تخلف ارضی یک شرکت در خوزستان اشاره کرد که بعدها برخی خبرگزاری ها و سایت ها این مسئله را مرتبط با مالکان شرکت نیشگر هفت‌تپه دانستند. دادستان تهران با طرح این سوال که چرا ارزهای پرداخت شده مطالبه نمی شود گفته بود به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال 94 تا 96 800 میلیون دلار گرفته و تا کنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر هم متواری است. که میگه اینو 27 مهر 97. خبرگزاری ایلنا هم در این باره عنوان کرده بود اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این مجتمع که مسئولیت چند شرکت واحد تولیدی دیگر را بر عهده دارند در لیست متخلفان ارضی است. حکومت از سال 97 میدونست که اینا قاچاقچی ارزن، میدونست چه، یعنی اعلام کرده بود اینا همه چی رو میدونن. این سیستم حکومت اطلاعاتی امنیتی مگه میشه اینا رو ندونه؟ از سال 97 اعلام میکنه که اینا قاچاقچی ارزن و اون موقع میگه آقای مدیر عامل فراریه. خب کی میگه اینو؟ دادستان عمومی انقلاب وقت تهران. دوباره 26 آبان 97، یه ما بعدش، درست، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مدیر عامل کشور صنعت هفت‌تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. اینو اژه‌ای میگه. بعد 12 دی 97، دو ماه بعد، خیلی جالبه توجه بفرمایید، این دوتا در مهر و آبان گفتن فراری آقای مدیر عامل امید اسدبیگی و اینا. بعد دو ماه بعدش حسینی پویا دادستان خوزستان خبر منتشره در خبرگزاری ها را مبنی بر اینکه مدیر عامل شرکت هفت‌تپه متواری است تکذیب کرد و عنوان کرد نامبرده متواری نیست و در جلسات کارگروه زیر مجموعه شورای تأمین استان که به منظور بررسی مشکلات هفت‌تپه تشکیل می شود در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد. چی شد؟ دو تا تون میگین فراریه، یکی تون میگین فراری نیست، ما خودمون باش جلسه داشتیم. ما یعنی کیا؟ دادستان تهران میگه فراریه، دادستان خوزستان میگه ما باش جلسه میذاریم. دادستان خوزستان آقای عبدالله حسینی پویا چقدر گرفته که مدام باش جلسه میذاره؟ یه قلمش از پرده برون افتاد، 3 میلیارد تومان رشوه گرفته از امید اسدبیگی. استاندار خوزستان چی؟ که جلسات تأمین و راه انداخته واسه حفاظت از اسدبیگی و سرکوب کارگرای هفت‌تپه. حاج قلوم رضا شریعتی چقدر رشوه گرفته؟ 200,000 دلار یه قلم که تو دادگاه گفته شده. زنش هم گفته اسدبیگی 25,000 دلار هم به من داده. سیه شهریور 99، یکی از اتهامات اسدبیگی مدیر متخلف شرکت نیشگر هفت‌تپه پرداخت رشوه به مسئولین بوده است، از جمله غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و همسرش خانم محبی. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به قاچاق 1.5 میلیارد دلار ارز توسط امید اسدبیگی میگوید همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی، چندین خانواده و وابستگان را اسدبیگی داده، هزینه بلیط ها و تور 25,000 دلار شده است. نمیدونم کجا رفتن.
نماینده دادستان می افزاید اسد بیگی به واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزایی مبلغ 200,000 دلار به همسر استاندار خوزستان داده، یعنی به خود استاندار دیگه اینو، و برای اینکه بتونه به اسم نیاز هفت تپه تا میتونه، امید اسد بیگی میگم، به اسم نیاز هفت تپه تا میتونه سیستم بانکی کشور رو بچلونه بدوشه، تو چند تا بانک هست جمله بانک مرکزی و بانک کشاورزی چند تا مدیر رو داره، بهشون سرویس میده، اونا هم بهش سرویس میدن. ببینین یک عکسی که در اولین جلسه 400 تا سکه فقط، این 400 تا سکه باقی مانده سکه هایی است که به عنوان رشوه داده شده به مدیران و کارگزاران بانک مرکزی. فقط یک فقره، یکی از رشوه گیرنده ها رسول سجاد مولا اون بانک مرکزی میگوید تعداد 700 سکه تمام بهار آزادی از امید اسد بیگی دریافت شده است و 500 سکه را فروخته ام. ببینید قاضی دادگاه از امید اسد بیگی سوال میکنه تو دادگاه، میگه چجوری 1.5 میلیارد دلار ارز میدن به یه نفر؟ این جمله قاضی دادگاه از اسد بیگی است. چجوری 1.5 میلیارد دلار میدن به یه نفر، ارز میدن به یه نفر؟ قاضی رو ببینید، قاضی سوال میکنه از متهم که بگو ما بدونیم این ارز کلون رو چجوری به تو دادن، به یه نفر میدن؟ نمیگه به تو هم به یه نفر میدن، ما هم بدونیم. اعتراضات کارگران از آبان 97 آغاز شد و ماجراهای این اعتراضات تا سال بعد هم ادامه پیدا کرد. همزمان با اعتراضات کارگران هفت تپه مسئولان اعلام کردند مدیر عامل شرکت کشتی صنعت هفت تپه فراری است. حالا پس از گذشت 1.5 سال از این ماجرا و با بررسی لیست ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است که اتفاقا اسد بیگی و دوستان نه تنها متواری نبودند بلکه مسئولان کشور آنقدر به آنان اعتماد داشتند که 201 میلیون دلار ارز ارزان، یعنی دلار 4200 تومانی به آنها پرداخت کردند. این 201 میلیون دلار فقط مال یک ساله ها، مال سال 97. قبل از اون بانک کشاورزی بیشترین تسهیلات رو داده بود به اسد بیگی ها، عضو هیئت رئیسش و بعدش مدیر عاملش تا بهمن 96 آقای مرتضی شهیدزاده بود. شهیدزاده الان رئیس صندوق توسعه ملی است. من نتونستم دقیقاً مجموع مبلغی که از بانک کشاورزی رفته تو حساب اسد بیگی ها رو پیدا کنم. قاعدتاً باید همون 350 میلیون دلاری باشد که بنا به یک منبع 430 میلیون دلار. حالا ما کمر رو میگیریم. 350 میلیون دلاری است که با سفارش و واسطه گلپسرای قولتشن دادستان کل کشور به او داده شد. به هر حال آن چیزی که رسما اعلام شده این است که مرتضی شهیدزاده جزو متهمای این قاچاق ارزی است. البته فقط متهم، نباید دربارش حرف زد، باید بی‌طرف بود. این بی‌طرفی بعضی خبرنگارا مثلا منو کشته. به اسم بی‌طرفی همشون خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران، به نام بی‌طرفی حقیقت رو باید همش رو گفت. اینه بی‌طرفی. همین متهم، همین آقای شهیدزاده الان رئیس صندوق توسعه ملی است که گرچه هیئت امنایی دارد این صندوق متشکل از رئیس جمهور و چند وزیر و دادستان کشور، ولی قاعدتا برداشت از اون صندوق چنان که دیده اید به تجربه در چند سال گذشته با اذن رهبر معظم امکان پذیر است. خب حالا اگر رئیس این صندوق ذخیره ارزی با این مسئولیت زیر اذن رهبر معظم جزء متهمان دادگاه قاچاق ارزی اسد بیگی است، خب نباید گندش کرد، چون پای گلپسر دادستان کل کشور میاد وسط. 31 اردیبهشت 99 تو دادگاه هفت تپه
که این 31 اردیبهشت نقل از دادگاه، یعنی دیروز بوده 30 اردیبهشت میشه قاعدتا. تو حالا به هر حال مهم نیست 30 یا 31 اردیبهشت 99 تو دادگاه افتپه مدیر عامل متخلف گفت چرا از من در مورد مراوده مالی با فرزند دادستان کل سوال پرسیدید؟ میگه بازپرس از من چرا درباره مراوده مالی با فرزند دادستان کل پرسید. وقتی اینو گفت زود هول شدن. یکم خرداد 99 دادستانی تهران اطلاعیه رسمی داد راجع به شخص دادستان کل کشور و فرزند وی هیچ بحث و یا سوالی مطرح نبوده، لذا این بخش از اظهارات اخیر متهم آقای اسد بیگی در جلسه دادگاه قویاً تکذیب می شود. اهل حکومت به دروغ گفتن عادت کردن دیگه، هی تکذیب می کنن، عادت کردن تکذیب می کنن. اسد بیگی در واقع این حرف در واقع شاید من نمی دونم لااقل به طور موقت زده به پاشنه آشیل حکومت با اشاره به دادستان کل کشور و فرزند دادستان کل کشور در دادگاه، حالا هوشمندانه غیر مستقیم میگه، میگه چرا از من سوال میکنین که آیا من با اونا در رابطه بودم. خواست بگه که اگه از من حمایت نکنین همه تونو و رشوه‌هایی رو که به شما دادم افشا میکنم. قبلا هم البته کسای این تهدیدا رو کردن و اعدام شدن، اما این یکی عرض کردم ظاهرا تهدیدش نتیجه داده، حالا هرچند موقت من نمیدونم، به هر حال نتیجه داده. من جعفر منتظری دادستان کل کشور فشار میاره، بعد از این صحبتایی که میکنه فشار میاره، در عرض 2-3 ماه حساب‌های اختلاس ارزی اسد بیگی رو باز میکنن، به اسم فریز کرده بودن همه رو باز میکنن، به اسم چی؟ به اسم ضرورت پرداخت کردن حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه. دلیل واقعیش البته رشوه دادن به اسد بیگی بود برای اینکه افشاگری نکنه، برای اینکه اون تنها نیست که اعدامش بکنن. والا خواهم گفت یک مافیایی است عنکبوتی. و بعد وقتی اون حسابای اختلاس ارزی رو باز کردن معلوم شد که از این حسابا برای باز پرداخت بخشی از قسطاش به سازمان خصوصی سازی استفاده کرده آقای اسد بیگی، نه برای حقوق کارگران. مام جعفر منتظری دادستان کل کشور با اون تهدید ضمنی که اسد بیگی در دادگاه کرده بود میاد حسینی پویا دادستان خوزستان رو که خودش 3 میلیارد تومان عرض کردم از اسد بیگی و از طریق شخصی به نام شفیعی مدیریت سابق غیر نیشکری هفت‌تپه رشوه گرفته بود، مأمور میکنه که بر پرونده نیشکر هفت‌تپه نظارت بکن. حالا گل پسرای منتظری مام جعفر منتظری دادستان کل کشور، یکی ممدوسینه که کارچاقون دستگاه قضایی است و توی برجی در ولنجک زندگی میکنه، ایشون در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه کار میکنن، شاغلن، معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، رئیس مجرم هست اونجا کار میکنه. خب معاون همین بخش، یعنی معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه کیه؟ آقای منباقر الفت. الفت معاون ابراهیم رئیسی است البته و نونخور اسد بیگی ها، همیشه از مدیریت جوان هفت‌تپه حمایت کرده. میشه رشوه نگرفته باشه وقتی همشون میگیرن؟ گرچه محمد حسین منتظری رابطه اصلی اسد بیگی ها با خانواده منتظری دادستان کل کشور اسلامیان، داداشش ممدلی هم از قافله عقب نمونده. البته من باید درباره خانواده منتظری دادستان کل کشور بگم چون خیلی ربط داره این ماجرا به اصولا این فساد در هفت‌تپه و در جاهای دیگه، ببیشه در هفت‌تپه. ببینید ممدوسین و ممدلی دوتا گلپسر، چه گلپسرهای قولتاچنی هم دیدین دیگه، بچه های ممجعفر دادستان کل کشور، این دوتا باجناقن. یعنی چی؟ هر دو داماد عبدالله حاج صادقی هن، نماینده رهبر معظم در سپاه. حاج صادقی
کی شد نماینده رهبر معظم در سپاه؟ 2 سال بعد از واگذاری هفت‌تپه به اسد بیگیا. با سفارش کی؟ با سفارش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری که خیشاوند منتظری دادستان کل کشور. یعنی با سفارش کی؟ با سفارش منتظری دادستان کل کشور. یعنی با سفارش کی؟ با سفارش گلپسرهای دادستان کل کشور که دومادای سفارش شوندن، حاج صادقی که سفارش ها قبول شد، شد نماینده رأس هرم مافیای قدرت در سپاه. یعنی مام جعفر منتظری که هر روز دامنه فساد خانواده‌اش بیشتر رو میشه، توسط خیشاوندش محمد محمدی گلپایگانی مسئول دفتر رهبری مسون مانده تا حالا. و به همین دلیله که اطلاعات سپاه که روی این پرونده فساد اختلاس 1.5 میلیارد دلار ارز کار میکرد و شاید کار میکنه هنوز، از دولتیا اسم برده تو پرونده، ولی به مام جعفر منتظری دادستان کل افراد بیت رهبر که رسیده سکوت کرده. اگه یکی رو رسما رو کنن اون وقت باید به مثل دومینو باید بگن که حاج صادقی نماینده رهبر دست پا، مام جعفر منتظری دادستان کل کشور، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری، مام باقر الفت معاون ابراهیم رئیسی، همه در فساد ارضی با اسد بیگیا شریکن. واقعا گر حکم شود که مسک گیرند اینجوری میشه. فساد محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و خانوادش واقعا ته نداره. من تو برنامه‌های مختلف نوک زدم به اصطلاح و هر بار تیکه تیکه دربارش گفتم، باید یه موقعی حالا فرصت بشه مناسب باشه من اینا رو همه رو جمع کنم توی برنامه برای داشتن یک پرونده جامع، لااقل جامع که میگم منظور حالا بخشش، ولی در یه پرونده جمع بشه یه جا باشه. شهریور 88 که مام جعفر منتظری شد رئیس دیوان عدالت اداری، قالیباف که رأس یکی از هرم‌های فساد حکومتی است و شهردار تهران بود اون موقع، فوری بهش رشوه داد تا چشش روی غارت خرد مافیای شهرداری ببنده. یه ملک 1000 متری تو قیطریه بهش کادو داد. قالیباف به مام جعفر منتظری که رئیس دیوان عدالت اداری بود، هنوز دادستان کل کشور نشده بود. بعدم مصالح و کارگر و مهندس و غیره ریخت اونجا یه خونه مجلل واسه مام جعفر دادستان فعلی کل کشور ساختن. ایشون اونجا زندگی میکنن. مام جعفر منتظری که باباش گلپایگانی بود، اهل گلپایگان بود و مادرش خمینی، با محمدی گلپایگانی مسئول دفتر آقای امام خامنه‌ای نسبت فامیلی داره. دخترش هم داده به حامد واعظ‌زاده خراسانی که فامیل خامنه‌ایه. یعنی از دو پنجره سرش تو بیت رهبر معظمه. حامد واعظ‌زاده خراسانی که از فامیلای خامنه‌ای سرهنگ سپاهه، شده عضو هیئت مدیره نفت پاسارگاد که معروف است به بزرگترین تولید کننده قیر در خاورمیانه. چه ربطی داره؟ نمیگن شایسته سالاری. بعد آقدوماد حامد واعظ‌زاده میشه معاون برنامه ریزی و توسعه نفت پاسارگاد و همزمان میشود رئیس هیئت مدیره آهن و فولاد ارفع که یکی از پرسودترین شرکت های صنعتی ایران. پس دادستان کل کشور مام جعفر منتظری فقط از طریق گلپسراش ممدلی و ممدحسین نیست که فساد بر زمین می کند، مفسد فی الارض است و یکی از فسادهاش حمایتهاش از اسد بیگی هاست و سفارش پسراش برای دادن وام بی وثیقه صدها میلیون دلاری بانک کشاورزی به مدیر عامل هفت‌تپه. یه نوندونی هم واسه دخترش درست کرده، با مای خدا تومن درآمد. وحید اشتری خبرنگار نوشته است هزینه بیمه پرسنل قوه قضاییه، هزینه بیمه شون ماهانه چند صد میلیارد است، همگی زیر نظر یک شرکت واسط است که دفترش در خود کاخ دادگستری است و احتمالاً سود چند ده میلیاردی از این واسطه‌گری میبرد. این شرکت واسط اسمش از خدمات بیمه پشتیبان عدالت. زهره منتظری سبیه حضرت حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور عدل اسلامی نایب رئیس هیئت مدیرش اووردتش تو کاخ دادگستری. میشین بابا جون من چه میدونم چقدر میگیری؟
چقدر گیرش میاد ماهانه؟ شرکت واسط بیمه پرسنل قوه قضایی. یکی از داداشای زهره خانوم، دختر دادستان کل کشور، همون ممدحسین، یکی از همون قولتشن ها که دیدین، با سینا کمالخانی شریکه. سینا کمالخانی که و چیکار میکنن اینا؟ یه شرکت دارن که بله دارین میبینین، شرکت مؤسسه علم گستران علامه تو بلوار کشاورز. چیکار میکنن؟ پولشویی میکنن؟ شاید. جعل اسناد میکنن؟ حتما. سینا کمالخانی رد صلاحیت شد برای انتخابات مجلس، چون مدرک تحصیلیشو اینقدر تابلو جعل کرده بود که نمیشد کاریش کرد. جعل مدرک فقط یکی از کاراشونه اینا که نتونستن لاپوشونی کنن. 500 میلیون تومن هم رشوه داده بود به واسطه های شورای نگهبان تا تأیید صلاحیتش کنن. و چون واسطه فرزند یکی از شش فقیه برگمارده رهبر در شورای نگهبان بود، قضیه رو فقط با موضوع جعل مدرک بستن، بقیهش رو نگفتن. تنها کسی که اومد اینو برجسته کرد، دمش گرم، دکتر محمود صادقی بود، نماینده دور پیشین مجلس. محمود صادقی در گفتگو با سایت فراز گفت سینا کمالخانی توانست با برخی افراد در شورای نگهبان ارتباط بگیرد و در نهایت با 500 میلیون سینا کمالخانی تایید صلاحیت شد و حتی چند میلیارد پیشنهاد شده بود. به گفته صادقی در پرونده مرتبط با تایید صلاحیت سینا کمالخانی چند نفر بازداشت شدند، ولی از سرنوشت این پرونده هم خبری در دست نیست. نباید هم باشه. یه طرف قضیه ممدحسین منتظری، گلپسر دادستان کل کشوری که نسب خیشاوندی به بیت رهبر معظم میبرد. یه طرفش فرزند یکی از شش فقیه شورای نگهبان است که چون اساره تقوا هستن رهبر معظم به عضویت در شورا منصوبشون کردن. باید ببندن درشو. بعد اون شرکت ها رو داشتم میگفتم که این سینا خان کمالخانی جائل با ممدحسین پسر دادستان کل کشور شریکن، مؤسسه عام، مؤسسه علم گستران علامه. وحید اشتری، باز برم سراغش تکمیل کنم مطلبشو که ببخشید نصف نیمه گذاشتم، نوشته است چجوری دو تا دانشجوی کارشناسی بدون داشتن مدرک حقوق شرکت ثبت میکنن و از قوه قضاییه پروژه های میلیاردی حقوقی میگیرند. پروژه ها چیه؟ یکی از پروژه ها رو بگم. بررسی مقایسه نظام توسعه سلامت دستگاه قضایی در کشورهای دیگر برای توسعه سلامت دستگاه قضایی خودمون. هر کی دزده متخصص دزدی میشه طبیعتاً. دیگه اینو میدونیم، اینا هم کارشناس فسادن دیگه، کارشون تأمین فساد در قوه قضایی است با تکیه بر باباشون دادستان کل کشور. پروژه میگیرند که نظام سلامت قوه قضایی رو برپا کنن. پولای کلون میگیرند دیگه. پروژه چی؟ ببینین، از اولین جلسه محاکمه امید اسدبیگی در 21 تیر ماه 99 به اتهام 1 میلیارد 600 میلیون دلار قاچاق ارز، این زمزمه بود که دادستان کل، مام جعفر منتظری فشار میاره که دادستان دادگاه محاکمه اسدبیگی عوض بشه، یکی بیاد که مو به مو خط جعفر منتظری رو بخونه و گیر نده به اسدبیگی و اسم خودیا رو مخصوصا نیاره. و با فشار او بود که اسدبیگی همچنان داره راست راست راه میره. با فشار اونه. هر بار که میخوان بازداشتش کنن میگه اگه برم زندان حقوق کارگرها رو کی بده؟ بعد قاضی هم خب خیلی دلش میسوزه، دلسوزه دیگه، میگه راست میگه عزیزم، نرو زندان. بعد این نمیدونم بگم، اینش جالبه. از قوه قضاییه میخواد که مجوز فروش بخشی از ارز قاچاقی رو که دستش هنوز بهش، یعنی حالا تو حسابش فریز شده، گفتم بعضی حساباشو باز کردن، میگه آقا این ارز رو به هم بدین تا برم تو بازار آزاد بفروشم. بعد از
پول حاصل از فروش اون تو بازار آزاد، یعنی باز قاچاق ارز بکنم، قاچاق فروشی بکنم، بیام حقوق کارگرها رو بدم، اینجوری میتونم حقوقشون رو بدم. باور کنین اینو رک میگه تو دادگاه به بازپرس. یه تیکه گوش بدین. مکررن این اقدام شده در از ناحیه شما در شهر استان خوزستان، تا احضار میشدید، تا جلسه دادسرا تشکیل میشد، دو ماه پرداخت حقوق در خوزستان به تعویق میافتاد. امروز هم از اردیبهشت ماه شروع به جلسات داریم، شما مجددا پرداخت حقوق رو به تعویق انداختید برای تحت فشار قرار دادن قضات محترم. اینطور نیست، این امکان برای شما فراهم نیست آقای اسد بیگی. این 10 میلیون یوانی که شما میفرمایید اسنادش موجود هست، اون رأیی که شما از محکمه حقوقی صدر رو گرفتید بنده مطالعه کردم، دیدم، فراتر از خودتون هم دیدم، این امکان فراهم نیست که ارز ناشی از خرید و فروش غیر قانونی رو شما ماحصلش رو دریافت بکنید و در روند تجاری خودتون قرار بدید. شما پرداخت حقوق رو میبایست از منابع دیگرتون تامین بکنید. دادسرا این مجوز رو نداره که به شما مجوز اقدام مجرمانه بده. خرید و فروش غیر قانونی ارز جرمه. یعنی ببینید این گلپسرای امروز چقدر پر روان میخواد دستگاه قضایی رو رسما و علنا با خودش همدست کنه تو فروش ارز قاچاق. رسما این کار رو بکنه. این آدمو در همین حد که حضرات حاکم بشناسن، چرا همچنان کشت و صنعت هفت‌تپه رو از همچنان آدمی نمیگیرن؟ چرا هنوز ازش نمیگیرن؟ ارتباطات مافیای حاکم که یه سرش رو که به منتظری دادستان و بیت رهبر معظم میرسید گفتم، یه سر دیگه‌اش خورده مافیای دولت روحانی است که آقای اسحاق جهانگیری این بخش رو مدیریت میکنه، معاون اول شیخ حسن رئیس جمهور. اسحاق جهانگیری در زم رابطه اصلاح طلب است با رهبر معظم. تو ماجرای واگذاری دشت مغان هم همین اسحاق باعث شد واگذار بشود. وقتی سازمان خصوصی سازی از طرف دولت کشت و صنعت دشت مغان رو واگذار کرد به یوسف یونس جائله سعدآباد یا سعدی، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس به واگذاری اعتراض کرد به چند دلیل، از جمله اینکه آقای جائل ابر بدهکار بانکی است، چجوری میان واگذار میکنین کشت و صنعت دشت مغانو. اسحاق تا میفهمه که اعتراض شده زود فراخوان جلسه میده، قضیه رو برعکس میکنه. از صورت جلسه برای تو بخونم سریع. کلیه حاضران در جلسه صراحتاً اعلام کردند که اهلیت خریدار آقای جائله برای آنان محرز می باشد. در شرایط فعلی کشور حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از لطمه به تولید و فلان و فلان و فلان بیش از هر چیز اهمیت دارد، لذا فسخ و ابطال قرارداد آسیب‌های جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه کشور وارد می‌کند. در خصوص مشکلات پیش آمده می‌توانیم با هم مصالحه کنیم. در انتها حاضرین اعلام کردند که موافق ابطال واگذاری انجام شده نیستند. این عین چیزایی است که بخشی از چیزایی است که تو جلسه هفته پیش هیئت داوری درباره هفت‌تپه‌ام گفته شد و جلسه بسته شد. ولی این وسط یه بدبستون با هم کردن خرد مافیاهای حاکم. کشت و صنعت مغان از جائله گرفته شد ولی هفت‌تپه از اسد بیگی گرفته نشد، لااقل تا الان نشد. 16 دی 99 سخنگوی قوه قضاییه گفت روز گذشته با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت، هیئت مدیره و مدیر عامل جدید منصوب شد. نمیدونم، شاید معامله کردن واقعا که خرد مافیاهای حاکم با هم عرض کردم کشت و صنعت مغان رو پس بگیرن، هفت‌تپه رو پس نگیرن. زور اونا بیشتره هفت‌تپه، یا گفتم با اون دو پنجره‌ای که وارد شدن. اسد بیگی زمانی هفت‌تپه رو مفتخری کردن و جائله زمانی کشت و صنعت مغان رو مفتخری کرد که عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازه بود. آقای میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی، ایشون رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی بود در سال 92. عاشق حسن که میشه رئیس جمهور، عبدالله پوری سلطانی میشه رئیس سازمان خصوصی سازی. از جمله شاهکاراش واگذاری همین کشت و صنعت نیشگر هفت‌تپه به اسد بیگی هاست. همه کاراش به فرموده بوده، مثل همه مدیران میانی حکومت. اسحاق بهش میگه بکن، اون میکنه. بعد پوری حسینی رو دراز میکنن. 23 مرداد 98 بازداشت میشه به اتهام، گوش کنین، به اتهام خصوصی سازی های بدون ضابطه و افسار گسیخته و واگذاری های رانتی به افراد خاص.
یعنی درست همین دلایلی که افتپه واگذار شده. یا بازداشت غلط بوده، بازداشت پوری حسینی رئیس سابق خصوصی سازی، یا باید هفتپه برگرده دست دولت، چون به همین دلایله که شما جلسه گذاشتین بررسی بکنین که این لغو بشه واگذاری یا نشه. شطور سواری دولا دولا آخه چقدر؟ بعد از پوری حسینی علیرضا صالح میشه رئیس سازمان خصوصی سازی. علیرضا صالح کسی بود که نامه فسخ قرارداد شرکت نشکر هفتپه رو از سوی سازمان خصوصی سازی فرستاد به هیئت داوری همین دو ماه پیش. بعد 25 آذر 99 نامه هیئت داوری میره به اعضای هیئت برای شرکت در جلسه رسیدگی به درخواست سازمان خصوصی سازی. این وسط یه اتفاقایی میفته، از جمله چی؟ ببینین چقدر رو دیگه بازی میکنن این، میگم خورد مافیاها. از جمله اتفاقا اخراج علیرضا صالح رئیس جدید سازمان خصوصی سازی است که این درخواست رو فرستاده به هیئت داوری. سید نظام الدین موسوی نماینده مجلس نوشت متاسفانه برخی دستهای پنهان در هسته مرکزی دولت و در مقامات عالی رتبه دولتی محکم از مالک فعلی شرکت هفتپه دفاع میکنند و اساسا همین حمایت ها بود که موجب شد دو روز بعد از آنکه رئیس سازمان خصوصی سازی پرونده این شرکت را به هیئت داوری ارسال کند از سمتش برکنار شود. جلسه اول برگزار میشه، هیچ کس نمیگه که تصمیمی گرفته شده، هیچ کس نمیگه که تصمیم گرفته شد که هفتپه دست اسدبیگی ها بماند. 17 دی 99 جلسه دوم گذاشته میشه، موضوع تصمیم گیری درباره قیمت هفتپه. سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید جناب آقای میرکوهی ریاست محترم هیئت داوری، لطفاً شجاعت داشته باشید و صراحتاً رأی خود و هیئت داوری دولتی و نیز مستندات رأی را اعلام کنید. کارگران هفتپه تماس میگیرند و گمان میکنند جلسه بعدی هیئت داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمیدانند هیئت داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفتپه تجدید نظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفتپه را گران حساب کردند. اون وقت کارگرها هفتپه میریزن تو خیابون فریاد میزنن و کسی ازشون حمایت نمیکنه. چه بگه آدم؟ آقای رئیس هیئت محترم داوری اعلام نمی کنه که ما همچنان رأی داده ایم که هفتپه بمونه دست اسدبیگی ها، چون از کارگر رو می ترسه. تا کی می خوان اعلام نکنن؟ حالا که دیگه همه فهمیدم چی کار می خوان بکنن با خانواده 5600 کارگر هفتپه. آقای عبدالعلی میرکوی رئیس این هیئت داوری به اصطلاح نشان عدالت گرفته از شیخ حسن رئیس جمهور، دروغ میگه به صاحب خوردن. دو جلسه پیش با بقیه تصمیم گرفته که هفتپه دست اسدبیگی ها بمونه. اعضای هیئت داوری ها کیان که به فرموده تصمیم گرفتن هفتپه دست گلپسر ها بمونه؟ سریع عرض میکنم خدمتتون. عبدالعلی میرکویی، سمنانی، همشهری شیخ حسن رئیس جمهور، از اول انقلاب دستش تو کار بوده. دادیار دادسرای اهواز، دادیار دادسرای کرج، معاون دادستان کرج، دادستان عمومی شهرستان شهریار، رئیس دادگستری شهریار، معاون قضایی دادگستری استان تهران، رئیس کل دادگاه‌های عمومی انقلاب تهران، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزارت دادگستری در دوره مصطفی پور محمدی. مصطفی پور محمدی میرکوهی رو از اهواز میشناسه، اوایل انقلاب، زمانی که پور محمدی 22 دادستان خوزستان بود، 22 سالش بود، سال 58 به بعد. میرکوهی قاضی دادسرای اهواز بود، 26 سالش بود. افتاده بودن به جون مردم تا نظام مقدس رو در خوزستان مستقر کنن. این آدم رئیس هیئت داوری است که پس گرفتن هفتپه از اسدبیگی ها رو مردود شمرده است. یکی دیگه از اعضای هیئت داوری آقای مسعود خونساری است که اونم از اتاق تعاونه و با مهدی جهانگیری برادر اسحاق و با پدرام سلطانی اینا یه گروهی زدن به اسم ائتلاف برای فردا که تو انتخابات و نشستهای اتاقای بازرگانی و ابسالهم با این اسم شرکت میکنن. اسم پدرام سلطانی و مسعود خونساری جزء 30 نفر اول مالتی میلیاردهای ایران امروز است. اینان کسایی که داوری میکنن بین منافع کارگرها و منافع اسدبیگی ها و قاچاقچیان ارز.
این مالتی میلیاردای امروز ایران همشون قاچاقچی ارز باید باشن که رسیدن به این ثروت. یکی دیگه شون حسین سلیمانی. حسین سلیمانی دنبال زندگی نامش که میری میرسی به سایت سیاستمدار نوشته نماینده مجلس شورای اسلامی ایران است. ایشون سوابق تحصیلی دو نقطه، ایشان هنوز اطلاعات سوابق علمی و تحصیلی خود را کامل نکردند. سوابق اجرایی دو نقطه، ایشان هنوز اطلاعات سوابق اجرایی خود را کامل نکردند. که البته هنوز جا داره سوابق اجراییش را کامل کنه. یکیش همین هیئت داوری که عضوش بود اینا رأی دادن. یکی دیگه شون سید ابوالفضل فاطمی زاده، سوابق تحصیلی لیسانس بازرگانی، مدارج اجرایی بعد از انقلاب تا سال 60، حسابرس، سرپرست حسابرسی، مدیر حسابرسی، عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت حسابرسی. بعد همین حسابدار معمولی، حسابرس معمولی یهویی میشه عضو هیئت نظارت و رئیس هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. شایسته سالاری میدین بیداد میکنه اینا. بذار یکی دیگه شون هم بگم، آره فرصت داریم، یکی دیگه شون هم بگم. حاج هوشنگ، حاج هوشنگ نادریان، کارشناس رسمی دادگستری جمهوری اسلامی، یه مدت ایشون مدیر عامل سازمان حسابرسی بوده. ببینین اینایی که گفتم اینا پنج نفری هستند که به اضافه رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هفت نفر هیئت داوری سازمان خصوصی سازی رو تشکیل، سازمان خصوصی سازی که نه، هیئت داوری دولت رو تشکیل دادن و رأی دادن که هفت تپه، کشت و صنعت هفت تپه بر نگرده به دولت، با تمام ادله و اسنادی که مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی در اختیارشون گذاشت و چون این کارو کرد اخراجش کردن، ولی اون نامه داده شد و اینا جلسه گذاشتن. این پنج نفری که عرض کردم به اضافه رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی، اینا با هم دیگه نشستن و تصمیم گرفتن که هفت تپه دست اسد بیگی ها بماند. ببینید این آدما درباره سرمایه های عظیم تولیدی و انسانی مملکت تصمیم میگیرن، ولی آیا این اجازه رو کارگران هفت تپه در درجه اول به این پنج نفر و به طور کلی به دولت و به مافیای حاکم میدن که هفت تپه همچنان بماند دست اسد بیگی ها و نابودی این واقعا گنجینه همچنان ادامه پیدا بکنه؟ بریم پرده آخر. کسی که بغض نداره حب نداره. اگر امام جواد علیه السلام با مشت زمین میزد و به آسمون نگاه میکرد و میفرمود که میکشمشون، میسوزونمشون، خاکسترشون رو برباد میدم، امام هشتم فرمود جوادم کیو میگی؟ در حالی که سن حضرت 3 سالشه. حضرت فرمود اونا که قصد خلافت کردن، اونا که مادرم زهرا رو آزرده کردن. حضرت رضا میفرماد یه جمله، تو به حق سزاوار امامتی. شب و روزگار خوش.